جان بفهمید تو بچه ها دارن میزنن. گروه عجم از جنوب لندن اومدن به این قهوه خونه در شمال لندن که یه آهنگ رپ محلی فارسی سبک خودشون بزنن. بفهم اونجا دستا بالا عجم یا اینجا هی 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 همه دستا بالا عجم یا اینجا هی 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 رنج بردم این چندین سال که آگاه کنم همه رو به این حال سال به سال به تحقیق و جستجو تو دلم با جدم گفتگو کردم به دنبال دوای دردم به خودم قوت قلب میدادم هر دم که این فرهنگ پر از حماست بیا زندش کنیم اگه اجازت اون و خون تو رگم به جوش اومد تا بانگ دهل به گوش اومد پیر و برنا در شگفت و حیرت داد سرنا به من داد غیرت بیکرم به حرکت و رقص اومد این پیام از تنم به مغز اومد چه رقص دستمال و رقص سرشونه توف به زمونه بکن رقص مردونه عجم از سنده از سالوکی گری مد بشه مرد باش اون صورت خوشگلت واس به ماله بخواه تا بفهمی سختی زیادی تو راست نیست کم بوده غم ولی در ما دریا خواهم برد بیا تو گود برسته تو ببینم دست مردونه ولدی سنا حالا وقتشه بشم یکم پر رو پس دست از خط زیر ابرو که زیر هر مو یکم تاریخ داده هویتی به هر رو بذار حرف آخرمو الان بزنم چون که همین الان اومد به سرم که به هر چی که هستی افتخار کن با هر چی که داری ابتکار کن فرار نکن از اصل خودت کجدنی به رسم روزگار کن بابا خدا ما رو ساخته صاف و ساده بدون هر گونه اطفار و افاده پس برپاشین و دستمال به دست نمست کنه باجگاری دستمال رقص که رقص دستمال و رقص سرچون توف به زمونه بکن رقص مردونه عجم تقدیم کرد آهنگ رقص مردونه که هنوز زنگش تو گوش من میزنه و زنگ زورخونه اومده از ایران وارد کردم این کشور غیر قانونی که نبوده گوشم بیان راحته خواستی من شما خواستی هم پس عجم این بود عطی صف 21 هم اینجا نشسته آرشان بله آرشان داریم اونم هستم به صف 20 پیوسته که لندن باشه شوارش معلومه فعلا الان لندنی پس والا من یه سالیه که اینجا پس ادامه خواهید یه همین تک آهنگ بزنید رقص مردم ان شاء الله ادامه میدیم یه سعادت داشته باشیم حتما افتخار میکنیم این رقص مردونه جدیدش چه واقعا رقص مردون یه ایهامیه اولش به عنوان یه تیکه شروع شد واسه این رقص ایرانی ها مردای ایران مخصوصا شهریشون یه خورده زنونه میزنه وقتی که یعنی ادای ادا اطفال زنا رو بعد وقتا اینو به خنده گفتیم یه نه آهنگ بزنیم که برای رقص مردونه باشه بعد دیگه جدی شد یه تمی شد یه تیکه هم میگی زیر ابرو بر نداریم مگه بعد این دیکتاتوری ضد ابرو میشه نه اونم به هر حال یه می‌خواستیم استفاده کنیم بگیم که سعی نکنیم که این چهره رو تغییر بدیم مثل بقیه بشه اگه اینه چهره سعی کن اینو مود کنی اینو قشنگ معیار قشنگی این باشه رو بپیوندیم آره چرا که نه گروه عجم اینجا از تعداد زیاده پشت کردم به بعضی اشکال نداره ولی عجم الان میبینم دو نفر اگه دیگه بود میشون سیمرغ که
خب بعد از مرغاش رفتم دیگه. آره. این به عنوان یه پروژه که من شروع کرده بودم راه افتادش، بعدش همه یکی یکی اومدن و اصلا شد گروه اصلا دیگه. ولی عجم یه مرام دیگه داره تقریبا. آره. مرام درونی یکیه. یه خورده تحقیقاتی تر، یه خورده اکسپریمنتال، چی میشه فارسیش تو بگو؟ تو فارسی آزمایشی تر. خب تو عجم ما بیشتر موسیقی بومی رو داریم، رنگشو میاریم رو تو آهنگای مختلف، حالا بسته به حال و هواش سازاش هم اصلا اونجا میچینیم دیگه. سازاش حالت نی هم داریم، زرتوش و پرهام بودن، امین و فعلا ارشام که شاید تو آهنگای بعدی هم بیا ارشام درست صحبت. حالا بقیه بچه هم اینجا نشستن که شاخه های شهره دیگه عجم هستن. آرش خوبه؟ آرش تو از یه شهر دیگه میاد تمرین برای بچه ها دیگه؟ من آره تا خیلی وقت پیش از راه خیلی دورتری میمدم، ولی حالا نزدیکتر شده. آره. ویزا جور شد پس دیگه موسیقی ایجاب میکرد دیگه. تو شعبه اصیل گروه هستی، یعنی نبض اصالت حفظ میکنی؟ والا نه، نبض اصالت رو که فکر نمی‌کنم از اصل داریم دور بشیم که من هی بگم آقا داریم از اصل دور میشیم. من موزه لنگ کفش بشم خود تو سر ها؟ نه، مشاور سنتی گروه هم بهتره. تارزن و شعر خوب هستی؟ تو هم ناقاره میزنیم و کیبورد، این دوتا با... من پرکاشنیست نیستم، من خب خیلی جارب، تجربه یه خیلی برای من. من ساز اصلی پیانو خیلی دوست دارم که دارم چیزای مختلف تجربه میکنم با بچه ها. باید تو به عجم پیوستی زمانه، یعنی تازه پیوستی به گروه؟ آره، من سیمرغ نبودم. دختره ایرانی اینجا هنرمندن؟ زیاد موزیسین داریم؟ خیلی هستن. پس بقیه شون کجاست؟ همه سیبیل مردن؟ بیا بیا نه دیگه، هر عجمی یه دونه یک فرم می‌پسی. من نریمانم که شاخه ایدئولوژیک تکنولوژی جلوتر از زمان. ریتم های کوبه گروه که امروزی تر رو نگر می‌دارم، یعنی مثلا که مثلا لیبا بیا بهش میگم بیت، هم مثلا ما حالا بیشتر بیت نمیذاریم، اینجا سعی میکنیم که ریتم هایی که با همون ریتم های بومی هست قشنگ بشینه به جای اینکه ریتم های هیپ هاپی سر اصد باشه. پس نه چی میگیریم امین؟ عجم یعنی ایرانی. ایرانی ما شدیم مثل کشکولی که هرچی یکی داخل داخلش هم میجوزه. خب بحث داره خیلی فلسفی شده، خوره بحث باستر میکنم تو آهنگ بعدی که میخوام بخونم برای ما. از قسمت تاریک بفرمایید به قسمت روشن قهوه خانه. خوش باش. در این قسمت از برنامه کوک آماده هستیم، کفش رو در آوردن، نشستن روی تخت در این قهوه خانه در لندن. گروه عجم میخونه آهنگ من اومدم از پشت کوه البرز یا از اون دوردست. کدوم میخونه؟ مشخص میشه بعد. البرزی. به هر از یه جای اومدن. این شما و این گروه عجم. مشکوک اومدم
بسته دسته امام رضا های هی کمر بسته جمع آمد و حالا میره، یعنی ما میریم به اون ور لندن خونه امین ببینیم که گروه عجم چطوری شکل گرفته و قبل از اصلا گروه عجمی وجود داشته باشه با چیا ضبط کردن چیکارا کردن بچه‌ها تیک موسیقی بزنیم برسیم اون